ادامه جدال بر سر لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، معاون رئیس جمهوری ایران در مورد عواقب تصویب نشدن آن هشدار داده. حکومت ایران به طور پنهانی برنامه‌هایی رو در پیش می‌بره که بتونه از سلاح‌های هسته‌ای استفاده بکنه. یک تازی آمریکا علیه ایران در شورای امنیت. حسن روحانی میگوید آمریکا منزوی شده، اما تحریم‌ها همچنان مشکل آفرین است. و وضعیت دردناک هزاران کودک در اردوگاه‌های پناهجویان در یونان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران هشدار داده که تصویب نشدن لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف به FATF ضررهای زیادی به اقتصاد کشور خواهد زد. دو لایحه از این چهار لایحه بعد از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان باز هم با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و مجلس آن را برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد، ولی کمیسیون نظارت مجمع آن را رد کرد، که البته گفته شده این به معنای رد کامل این لوایح نیست. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهریار سیامی. در حالی که تمام توجه‌ها به اینجاست و رئیس جمهور آمریکا تلاش دارد کشورهای دیگر را برای فشار بر ایران متقاعد کند و البته ایران هم میگوید حریف تنهاست و کار به جایی نمیبرد، خطر بزرگ دیگری بیخ گوش اقتصاد ایران است. دو هفته دیگر اینجا در پاریس جلسه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF تشکیل می شود و برای آخرین بار درباره ایران تصمیم گرفته می شود. شاید یک بار دیگر هم به ایران فرصت دهند که پیوستن به چهار لایحه FATF را بررسی کنند یا اینکه دوباره ایران را در فهرست سیاه بگذارند. قرار گرفتن در فهرست سیاه یعنی اینکه حتی اگر مقام‌های ایران با ترامپ هم به توافق برسند و تمام تحریم‌ها هم برداشته شود، بانک‌های معتبر جهان با این کشور کار نخواهند کرد و در دراز مدت امکان ورشکستگی بانک‌های ایران وجود دارد. ایران برای پیوستن به چهار لایه FATF این کارها را باید انجام دهد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، پیوستن به کنوانسیون جرایم سازمان یافته یا همان کنوانسیون پالرمو و سرانجام اصلاح کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم. دولت این لایه ها را به مجلس داده. مجلس آنها را اصلاح کرده به شورای نگهبان فرستاده. پایان رأی گیری. تصویب شد. شورای نگهبان رد کرده و به مجلس پس فرستاده و این رفت و برگشت ها انقدر طولانی شده که قوانین جهانی FATF هم تغییر کردن و هر بار دولت مجبور شده لایه های خودش را هم اصلاح کند، که باز در روند بررسی مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته. همه اینها از سال 1381 در دولت محمد خاتمی شروع شده و تا حالا به نتیجه نرسیده. علتش هم مخالفت رهبر ایران و بعضی از اصولگرایان است. مجلس مستقلن خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، خیلی خوب، مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است، پشتوانه های کاری خیلی خوبی هم داره، بنشینن یه قانون بگذرونن. این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم نداره، شرایط زیادی هم نداره، همون کاری که شما خودتون میخواید بکنید اون در این قانون مندرج است. این مهمه. و البته منتقدانی هم که میخوان راه رهبر را بروند بی تاثیر نبودند. این کارا همش خلاف آیین نامه است. مثل همین ماجرای پهن کردن توماری با 50,000 امضای مخالفان FATF. این کارا یعنی چی؟ مخالفت اصولگرایان و بعضی از سران سپاه پاسداران با این لایحه ها به علت این گروه است. حزب الله لبنان که ایران منبع اصلی تامین مالی آنهاست، گروهی که در فهرست تروریستی بعضی از کشورهای غربی است و کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که یکی از لایه‌های FATF است نمیتوانند تامین کننده مالی آنها باشند. ایران تلاش می‌کند تعریف خود را از تروریسم ارائه بدهد و با تعریف جدید به این لایحه بپیوندد. درسته توش توی FATF اومده که ما این کارو انجام بدیم، مثلا فلان کاری که شما اسم آوردی، اما قرار نیست ما این کارو انجام بدیم. بخشیشو عمل میکنیم، توجه کنید، بخشیشو عمل میکنیم. من میخونم FATF میگه من بخشو اینا عالیم نمیشه،
شما میخواهید رابطه بانکیتون برقرار بشه باید کلش رو انجام بدید. احتمال دارد که FATF تعریف ایران را نپذیرد. شهریار سیمی، BBC. دونالد ترامپ میگوید نه تنها تا 5 هفته دیگر بازگشت تحریم‌ها علیه ایران کامل می‌شود، بلکه واشنگتن تحریم‌های بیشتری هم اعمال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته در شورای امنیت صحبت می‌کرد، اما حسن روحانی که همان روز در یک نشست خبری شرکت کرده بود، حرف‌ها درباره تحریم‌ها در ماه نوامبر را کاملاً تبلیغاتی خواند، چون به گفته او هر تحریمی که آمریکا می‌توانسته تا حالا انجام داده. رئیس جمهوری ایران گفت آمریکا با خروج غیرقانونی از برجام یک اشتباه کرده و دیر یا زود از این اشتباه برخواهد گشت. جزئیات بیشتر از کسرا ناجی. دونالد ترامپ امروز رهبران جهان را که برای شرکت در اجلاس ویژه شورای امنیت جمع شده بودند تقریبا نیم ساعت در انتظار گذاشت بدون هیچ توضیحی. موضوع جلسه خطر اشاعه سلاح‌های کشدار جمعی بود. و وقتی که او بالاخره ریاست جلسه را به عهده گرفت، ایران در صدر نگرانی‌های او بود. رژیم ایران خشونت، وحشت و ناآرامی را صادر می‌کند. به طور غیرقانونی اقلامی را به دست می‌آورد که با آن برنامه غیرقانونی موشکی‌اش را پیش می‌برد و این موشک‌ها را به سراسر منطقه ارسال می‌کند. این رژیم بزرگترین حامی تروریست و باعث گسترش جنگ در منطقه و فراتر از آن است. چنین رژیمی نباید هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. Regime with this track record must never be allowed to possess a nuclear weapon. رئیس جمهوری آمریکا گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به زودی با شدت تمام آغاز خواهد شد. او به شورای امنیت علیه دور زدن این تحریم‌ها هشدار داد. همه تحریم‌های هسته‌ای از اوایل ماه نوامبر با شدت تمام اعمال خواهد شد. با شدت تمام. بعد از آن هم آمریکا تحریم‌های اضافی دیگری را اعمال خواهد کرد. تحریم‌هایی سخت‌تر از هر زمان دیگر. تا با رفتارهای نامطلوب ایران مقابله کنیم. هر کسی یا سازمانی که از این تحریم‌ها حمایت نکند با پیامدهای شدید و سختی روبرو خواهد شد. در مقابل رئیس جمهوری فرانسه از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. امانوئل مکرون گفت همه با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای توافق دارند. اما توافق هسته‌ای با ایران هرچقدر هم که ایرادهایی دارد قدمی است مهم در جهت دسترسی به این هدف. نخست وزیر بریتانیا هم از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد به عنوان بهترین وسیله جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای. او گفت تا هنگامی که ایران به اجزای این توافق وفادار بماند بریتانیا هم به این توافق متحد خواهد ماند. او از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی شدید کرد. اوا مورالس رئیس جمهوری بولیوی با اشاره به کودتای 28 مرداد آمریکا علیه ایران تحریم‌های امروز آمریکا را علیه ایران محکوم کرد. بولیوی تحریم‌های یک جانبه‌ای رو که آمریکا علیه ایران وضع کرده محکوم می‌کنه و همینطور محکوم می‌کنه این که آمریکا به صورت یک طرفه از برجام خارج شده. با ادامه جلسه به تدریج روشن شد که رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با خروج از توافق هسته‌ای و از سر گرفتن تحریم‌ها علیه ایران در انزواست. این وزیر خارجه روسیه. ایران کاملاً متعهد هستش به تعهدات خودش در برجام. آژانس بین‌المللی اتمی هم بارها تأکید کرده که ایران متعهد هست به برجام. روسیه معتقد هست که برجام باید زنده نگه داشته بشه. ما مرتب مشغول کار با چین و اتحادیه اروپا هستیم تا بتونیم برجام رو حفظ کنیم. اگه این کار رو نکنیم فقط تنش در خاورمیانه بیشتر خواهد شد و این باعث ایجاد آمدن خطر برای امنیت ملی کشورها خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش چین را هم از اتهام‌هایش بی‌نصیب نگذاشت. اتهامی تازه و جنجالی. متاسفانه ما فهمیدیم که چین تلاش داشته که در انتخابات ما تأثیر بگذارد و دخالت کند. انتخاباتی که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. این اقدامی است علیه دولت من. چین نمیخواهد که من یا ما در انتخابات پیروز شویم. چون من تنها رئیس جمهوری هستم که آنها را در ارتباط با بحث تجارت به چالش کشیدم. جلسه حالا بدون نتیجه خاصی پایان گرفته. جلسه‌ای که در آن ریاست جلسه ظاهراً گوش شنوایی نداشت. کسرا نجی، BBC.
رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در مراسم ویژه سالگرد جنگ ایران و عراق گفته تأثیرگذارترین سلاح ایران امروز موشک است. حسن روحانی که در آرامگاه آیت الله خمینی در جنوب تهران سخنرانی میکرد، کمی پیش از حمله مسلحانه اهواز گفت از ایران میخواهند برای بازگشت به برجام موشکهایش را کنار بگذارد. اما جمهوری اسلامی ایران نه سلاح‌های خود را کنار میگذارد و نه از توانمندی‌های خود میکاهد. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. هنوز خبر حمله به رژه نظامی در اهواز به گوش دیگر مقامات ایرانی نرسیده بود. هنوز مقام‌های ایرانی عربستان را به حمایت تسلیحاتی از مهاجمان متهم نکرده بودند که علی لاریجانی رئیس مجلس به همان کشور هشدار داد دست به تحرک علیه ایران نزند. از همین حالا اعلام می‌کنیم در پاسخ تحرک بی‌خردانه آنان هرگز آنان را رها نخواهیم کرد. اما آن سوی دیگر گفته‌های رئیس مجلس این بود که به کشورهای عرب منطقه تأکید کند ایران دوست شماست و این آمریکا و اسرائیل است که دشمنان واقعی شما هستند و اگر آمریکا خدای نخواسته فرصت پیدا کند همه شما را به پابوسی نتانیاهو به تل آویو خواهد برد و یهود را بر کعبه مسلط می‌کند و بر چاه‌های نفت شما سربازان آمریکایی را مستقر خواهد کرد. علی لاریجانی گفت که ایران برای نزدیک شدن به کشورهای عرب منطقه که متحد آمریکا هستند قدرت اقناع کننده چندانی ندارد، ولی همصدا با دیگر مقام‌های ایرانی به دولت آمریکا هشدار داد که علیه ایران به فکر اقدام نظامی نباشند. در مقابل خوی اخاذی آمریکا ما راهی جز نصیحت به کشورهای منطقه و اعلام نظر روشن خود به دوستی با آنان نداریم. اما در مقابل ماجراجویی آمریکا نیز نیروهای مسلح قدرتمند ما که متکی بر اراده ملت نستوه ایران هستند دهان آنها و هر کس که با آنها همراهی کند خرد خواهند کرد. روز گذشته وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد که اگر علیه متحدان آمریکا در منطقه اقدام کند شاید آمریکایی‌ها جواب نظامی بدهند. ایران امروز با به رخ کشیدن توانایی‌های نظامیش تلاش کرد قدرت بازدارندگی موشکی خود را یادآور شود. یکی از موارد فشارهای دولت ترامپ بر ایران این است که ایرانی‌ها برنامه‌های موشکی خود را کنار بگذارند. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت نه. ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت. نه توانمندی دفاعی خود را کم خواهد کرد. روز به روز بر قدرت دفاعی خودمون خواهیم افسود. به رغم هشدارهای دیروز وزیر خارجه آمریکا، دولت این کشور گفته سر جنگ با ایران ندارد و می‌خواهد مقاصدش را از طریق تحریم پیش ببرد. از این روز که دونالد ترامپ چندین بار گفته است می‌خواهد با مقام‌های ایران درباره بازنگری برجام مذاکره کند. ایران می‌گوید به شخص دونالد ترامپ اعتماد ندارد. حسن روحانی امروز دونالد ترامپ را با صدام حسین مقایسه کرد و گفت او هم مثل صدام یک معاهده را برای تسلیم کردن ایران زیر پا گذاشت. و همون دولتی که برای یک جمله 17 شبانه روز وقت مذاکره کنندگان ما را گرفت، عین داستان صدام تکرار شد. دو مرتبه متجاوزی، دو مرتبه فردی که به هیچ یک از قوانین و مقررات بین المللی احترام نمی گذارد، این توافق را زیر پا گذاشته است. هرچند حمله امروز به رژه نظامی اهواز موضع‌گیری های مقامات ایران را تحت شعاع قرار داد، ولی نشان می دهد ایران قصد ندارد در اجلاس جهانی این هفته سازمان ملل درباره این قبیل توانایی های نظامی خود کوتاه بیاید. سیاوش اردلان، بی بی سی. اتحادیه اروپا اعلام کرده که برای حمایت از کودکان آواره در افغانستان و ریشه‌کن ساختن بیماری فلج اطفال حدود 30 میلیون دلار در اختیار دولت قرار داده. قرار است این پول برای صدها هزار کودک صرف شود، از جمله کودکانی که از ایران به افغانستان برگشتند. زینب آوین خبرنگار ما در کابل میگوید آوارگی، جنگ و بیماری آینده بسیاری کودکان را از آنها گرفته.
افزایش خشونت‌های ناشی از جنگ، فقر گسترده و حوادث طبیعی از جمله خشکسالی باعث شده تا شمار بزرگی از کودکان افغان مجبور به ترک خانه‌هایشان شوند. یک بخش بزرگ هم به ایران و دیگر کشورها رانده شده. اتحادیه اروپا گفته کودکانی که راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند در طول سفر مورد بدرفتاری جنسی، بی‌توجهی و بهره کشی قرار می‌گیرند. حدود 17 میلیون دلار به منظور ریشه‌کن ساختن پولیو در افغانستان اختصاص داده شده که یونیسف و سازمان بهداشت جهانی برای تطبیق این برنامه وزارت بهداشت افغانستان را حمایت می‌کنند. بیش از 10 میلیون دلار هم برای حمایت از کودکان بیجا شده کمک شده که 5 میلیون آن به دولت افغانستان و 5 میلیون دیگرش به دولت ایران داده می شود. حالا اینجا اتحادیه اروپا از اختصاص حدود 30 میلیون دلار برای کمک به کودکان در افغانستان خبر داد. این پول در جریان 4 سال یونیسف و همکارانش را قادر خواهد ساخت تا کودکان بیجا شده را بهتر تحت پوشش برنامه‌های خود قرار دهند. آمار مهاجرین که از ایران و پاکستان طی 4 سال گذشته برگشتن بیشتر از 3 میلیون است و بعضی کشورهای دیگه که البته عددشون بسیار کم است. دیگه در این مجموعه 3 میلیونی که برگشتن در مجموع تا کنون ما چیزی نزدیک 700 هزار از اطفال را داریم. خب حالا در آینده چه که دیگه سر یه عدد افزایش پیدا میکنه بستگی به داره که چه که میاید. از مجموع حدود 30 میلیون دلار حدود نصف آن برای ریشه‌کن ساختن پولیو به مصرف خواهد رسید. افغانستان در کنار کشورهای پاکستان و نیجریه سومین کشوری است که بیماری پولیو در آن شیوع دارد. سازمان بهداشت جهانی گفته هر چند گام‌های قابل ملاحظه‌ای در راستای محو پولیو برداشته شده، اما هنوز چالش‌هایی چون کوچه اجباری، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و ناامنی از جمله موانع سد راه ریشه‌کن ساختن پولیو در افغانستان هست. زینب آبین، بی بی سی، کابل. صندوق کودکان سازمان ملل متحد از اتحادیه اروپا خواسته تا کودکان پناهجو در یونان را هرچه سریع‌تر اسکان بدهد. به گفته یونیسف، امسال بیش از 7000 کودک به هزاران کودک دیگر در مراکز پذیرش پناهجویان در یونان پیوستند. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی. خسته و مریض و درمانده، ناامید از آینده و نگاهشان به اروپا تا درهایش را به رویشان باز کند. اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان. ازدحام بیش از حد و وضعیت بهداشتی رقت‌انگیز اینجا مشهود است. وضعیت به حدی هولناک است که سازمان‌های خیریه در اعتراض به آن اینجا را ترک کردند. فضا بوی فاضلاب می‌دهد و بنا به گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، برای هر 70 نفر در این اردوگاه فقط یک توالت وجود دارد. مردم اینجا بریدند. مقام‌های یونیسف بعد از بازدید از این اردوگاه و اردوگاه‌های دیگر در این جزیره وضعیت کودکان را بسیار وخیم خواندند. هر روز خانواده‌ها و کودکان بیشتری به یونان میان. مدیران هر دو اردوگاه موریا و واتی بارها در مورد خطرهایی که به طور روزمره کودکان را تهدید می‌کنند ابراز نگرانی کردند. کارمندان اونها خسته شدند و خدمات بسیار محدوده. اکثر کودکان اینجا از کشورهای عراق، سوریه و افغانستان هستند. کشورهایی که سالها درگیر جنگ داخلی هستند و کودکان از همه آسیب بیشتری دیدند. حالا هم که از جنگ جان سالم به در بردند، وضعیت بد این اردوگاه‌ها و بلا تکلیفی قاتل جانشان شده. اردوگاه موریا ظرفیتش 3100 نفره، اما امروز حدود 9000 نفر در اون ساکنند، از جمله 1700 کودک. در مرکز ساموس که برای 650 نفر ساخته شده، الان فقط 680 تا کودک هستند و جمعیت کلش الان 4000 نفره.
سازمان پزشکان بدون مرز هم در مورد افزایش خودکشی در بین کودکان مهاجر در این اردوگاه ها هشدار داده. به گفته این سازمان از هر چهار کودک یک نفرشان اینجا دست به خودکشی میزند. به خاطر سردرگمی و نامطمئن بودن نسبت به آینده این کودکان دست به خودکشی میزنند. اولین مصاحبه ها برای پناهندگی برای نوامبر 2019 برنامه ریزی شده و این یعنی دست کم یک سال و نیم دیگه باید این شرایط رو تحمل کنند. بسیاریشون الان دو سال و نیمه که اینجا هستن. بسیاری از کودکان اینجا بیماری‌های تنفسی، پوستی و اسهال گرفتند. حالا این سازمان با ایجاد یک مرکز درمانی در این اردوگاه می‌خواهد به این کودکان کمک کند. یونیسف هم از کشورهای اروپایی خواسته تا به درخواست پناهندگی این کودکان فوراً رسیدگی کنند و عده بیشتری از آنها را بپذیرند. اما در این حال دولت یونان به تنهایی قادر به اداره این اردوگاه‌های پرجمعیت نیست و به نظر می‌رسد سیاست مهار مهاجران که در سال 2016 با توافق ترکیه و اتحادیه اروپا به امضا رسید بیش از همه به ضرر این کودکان بوده. مهدی بیگی، بی بی سی. در تاجیکستان نمایشی درباره پیوستن جوانان تاجیک به گروه دولت اسلامی یا داعش روی صحنه رفته. تهیه کنندگان نمایش دل مادر گفتند که می‌خواهند جوانان هرچه بیشتر از اهداف داعش و دیگر گروه‌های تروریستی آگاه شوند. بر اساس آمار رسمی تا به حال بیش از 1000 تبعه تاجیکستان به گروه‌های مسلح در سوریه، عراق و افغانستان پیوستند. خبرنگار ما سهراب ضیا از جمله نخستین تماشاچیان نمایش دل مادر در تئاتر دولتی ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه بود. دل مادر داستان دانشجوی به نام خورشید است. تندروهای افراطی او را شستشوی مغزی می کنند. خورشید با هدایت روحانی که کارش از راه زدن جوانان و سربازگیری برای گروه های تروریستی است، اول به روسیه و از آنجا به سوریه می رود. مسیری که بسیاری از داعشی های تاجیک از آن استفاده می کنند. پند و نصیحت پدر و مادر و التجای و زاری برادر و خواهرش روی تصمیم خورشید برای پیوستن به داعش تأثیر نمی گذارد. خورشید در سوریه با افراد دیگر مثل خودش دست به قتل و غارت مردم بیگناه می زند. در پایان نمایش او مادرش را که با رنج و عذاب زیاد به جستجوی او به سوریه رفته بی‌رحمانه به قتل می‌رساند. اعظم رازیقوف هنرپیشه جوان تئاتر و سینما می‌گوید اجرای نقش خورشید برایش آسان نبوده. من مادرم را مثل مادرهای تمام دنیا دوست می‌دارم و برای همین وقتی که بر مقابل مادرم تیر خالی می‌کردم هر بار عشق هم جاری می شد که یعنی چگونه باید دل باید داشت، چگونه عقل باید داشت، چگونه انسان باید بود که بر مقابل مادری خود من نمی دونم. تهیه نمایش در تئاتر لاهوتی شهر دوشنبه 4 ماه طول کشید و اولین تماشاچیان آن عمدتاً ماموران انتظامی و امنیتی و کارمندانی دولتی بودند. دل مادر نخستی نمایش در موضوع پیوستن جوانان تاجیک به داعش یا گروه دولت اسلامی در تاجیکستان است. این نمایشنامه را وزیر کشوری تاجیکستان نوشته. یکی از مسئولیت های نهاد زیر نظر او مبارزه با پیوستن شهروندان تاجیک به گروه های تروریستی از جمله داعش است. رمضان رحیمزاده وزیر کشور تاجیکستان که به نام نهانی شعر هم می نویسد نمایش دل مادر را تلاش برای جلوگیری از گرایش جوانان تاجیک به گروه های تندرو خواند. خودی آقای رحیمزاده از جمله اولین تماشاچی های این نمایش بود. نقش مادر را مریم ایسایوا هنرپیشه شناخته شده تئاتر و سینمای تاجیک اجرا کرد. او تا به حال در بیش از 100 فیلم و نمایش نقشی مادر را آفریده. این نقش قله بلندترین صدای دلی همه مادران بود.
برون که مادر است که وطن است، مادر است که زمین است. کسی که قدری مادر به میرسد و قدری همه چیز به میرسد. مقام های تاجیک میگویند امسال هویتی بیش از 370 شهروندی تاجیکستان را مشخص کردند که در سالهای پیش در خارج از این کشور به گروه های تروریستی پیوسته بودند. بیش از 100 نفر از آنها پس از بازگشت به تاجیکستان به اتهام ارتباط با سازمان های تروریستی محاکمه و زندانی شدند. هنوز که یک بچه را یک سمت نکشیدن، پیش از کشیدنش بگیم که یعنی ایستا، تحمل کن، یک بار فکر کن و بعد یک کار انجام ده. با خاطر رام کردن یا سیر شدن چند روز از قیمت های فصل ازلی و از قیمت های میلی دست نکشیم. 300 نفر شهروندان ما نیست نابود کرده شدند. وزیر کشور تاجیکستان در حال پیرامونی موضوع پیوستن جوانان تاجیک با گروه دولت اسلامی نمایش نامه نوشته که 3 سال و 4 ماه پیش یکی از کارکنان خودی او سرهنگ گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروی ویژه پلیس این کشور به داعش پیوسته بود. اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد او را به عنوان مشاور نظامی و سربازگیری داعش در فهرست تحریم های خود قرار داد. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.